این اصل امکان نداره یه دریا چیه؟ ژله ای شده؟ وای وای، من فقط یه شب رژیمم رو شکستم، ببین دیگه موجود چاقا به گلو تبدیل ساده. دختر گلم، کوچولی من، چیزی شده؟ درو باز میکنی؟ اتفاقی افتاده؟ یا شایدم چون آمدینا میخوان بیان خودت قایم کردی. گوش نداری مد، فقط پشت فلفل مونده تو یقصه داره. منم میخوام قایم شم. درو باز نمیکنی؟ میگیم یه با خونه نیستی. مامان، بابا، مامان، بابا، اینو علاکه قایم شدن که امه نیاد خونشون. اینجا دیگه جای موندنه. کجا بری پسرمه؟ ما رو تنها نذار. پسر تو یه دلیل قانع کننده، فقط یه دلیل بگو آسمونده. برنج، برنج دانه بلند خیسوندم. تو هم فقط به فکر شکمتی. ندیدی زن داشته دره بره خواهشوارش با نکرد جون من نیدی؟ دیدی دیگه؟ فکر میکنی دلیلی کارش چی بوده؟ از خواهشوارش بعدش میاد؟ نه، چون پول نداره، یخچالش خالیه. حالا کجا میخوای بری؟ میرم جایی که یخچال مردمش پر باشه، در خونه بری مهمونه وا باشه، مردم برای هم دیگه احترام بیشتری قائل باشن. خدا به سلام دادا شیطوری، هنوزم داغونی که میرفتی کار باش یه آبی به سر کلت میزدی دیگه. میدونی پرای دلاکی یه کیسه با اون صندوقت بکشه. میدونه قیمت کار باش چقدر شده آبجی جون؟ حالا هر چقدر، تو که مشکلت پول نیست. دقیقا مشکلم انعام کار باشه. منم چون پول انعام کارواش نداشتم به این روز افتادم و داغوش شدم. یه روز زیر پای خانم دکتر بودم. راست میگم، یه مطب و برگشت خونه. بابا سر کارمون گذاشتی. مرگ زپاست، راست میگم. چرا خانم دکتر بلش کرد؟ یه مدل بالاتر میخواست. چرا نمیری نه تو معسل بگی که ملت رو در بیاری؟ دقیقا شبی که میخواستم برم بردمه معسل، احسان علی خانی زد تو کار شاد کردن ملت و بی خیال گریه و زاری شد. دارم یه تیم میبندم برای عصر جدید. جرسقیل های نیجا میتره کنیم. بابا جان، پس شما کی میخوایید ما رو ببرید مسافرت؟ ماما میگه شما قبل از کرونا برای سفر نرفتن همیشه یه بهانه داشتید و میگفتید تاون و وبا اومده. سفر نرفتن به بهانه تاون و وبا رو پدرم یادم داده بود. پدرم هم از پدرش یاد گرفته بود. ولی فردا میریم مسافرت. آخ پدر، چه میخوایی بگی کجا داری میری؟ میریم دهاتمون پیش عمت. امینا خودشون سفرن چه، اما ظاهرن سگ عصبی هیکلشون رو با خودشون نبردن. سگ مهربونیه، ولی اولین بار که منو دید سوتو فقراتم رو جایی استخون گاز گرفت. اصدش هم موجوده. خب مدیم دهات بچگی بابا و موقع خرید سوقاتی برای اقوامه. وای هی بیا بیرون. چیه لابوتا میخوای بری خستگاری؟ ولی پول در بساط ندارم. درسته؟ یه برفتم بابای عروس لگت زده. منم جایی بابای عروس بودم به داماده بی پول جفتت میزم. بی پولم ولی انسانم. ولی خسته گمونم بهترین راه برای پول دار شدن اینجا شدنه. یه 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 زدی به سیراب شیدون لنگو بده اون مره. میخوای برا ردیف کنم بری اصر جدید های تنجارو سر این کاغذ تلایی بریزن های تو میتونی تطویه اونجا سفرگر استنداب و خننده باشی روزنه تا همه کف کنن های. آسه شد که نگران نباش، اونجا روی سنی اصر جدید ممکنه رسیم بغنی های هر جرسی دمافش داد میده اونم در حضور مردم های. یعنی واقعا میشه؟ بله که میشه. سعی کن پشت کارا خلاقیت داشته باشه یاهی، به همه چیز میرسی یاهی. رمز موفقیتت اینه، برو جلو ببینم چه میگنی یاهی.
ماشاءالله امین. نه دیگه امین جان فکر نکن دیگه. خانم آقایون، ساهرا شیخی از اندیمش، هر چقدر کارش رو دوست داشتی براش دست بزنید. آفرین ساینا. ممنونم. تو پدیده. دیگه چی بگی؟ نظر لطفتونه. لطف ما نیست، لطف خداونده به تو. آفرین واقعا، خسته نباشی. خسته نباشی آقا. زنده باشی. دخترم خسته نباشی. مثل دفعه پیش پر از شگفتی، در حیرتم که چجوری این کارو انجام میدی، کاری که مال دوبلورای حرفه‌ایه. واقعا استعدادی تو، هیچ بحثی درش نیست. ممنون، واقعا فکر نمی‌کردم که استعدادی. نه که کارمو خوب انجام دادم. آه نه، ما فکر میکردیم که تو کارتو خوب انجام بدی، مطمئن بودیم. ممنون. از شما هم خیلی متشکرم. هر مقدار که آدم استعدادم داشته باشه، اگه تلاش نکنه این استعداد تبدیل به نبوغ نمیشه. معلومه که ساینا علاوه بر اینکه استعداد خدادادی خیلی خوبی داره، به علاوه اینکه یه هوش زیادی هم داره، چون فقط استعدادم کافی نیست، معلومه که یه تلاش جدی هم کرده. همه باید بدونیم بدون تلاش بالاترین استعدادها هم فایده نداره، به هیچ جا نمیرسه. اینه که من فکر میکنم که ایشون یه الگوه خیلی خوبه برای جوانا و نوجوانا ایرانی که بدونن باید برای اینکه استعداداشون شکوفا بشه تلاش کنن. کارتون از لحاظ حرفه‌ای خیلی خوب بود، یعنی من نسبت به دفعه پیش راستش بخواستم ببینم که بالاتر رفتین، چون ملاک ما توی نیمه نهایی اینه که یه فرقی بین قبل و بعدتون اتفاق افتاده باشه، یه فرقی وجود داشت. البته خیلی نمیشد بگیم که متفاوت و خیلی جدی با یه شکاف خیلی بزرگ، ولی خب اون چیزی که الان دیدیم یه چیز عالی بود. خسته نباشید. خیلی ممنون، شما خوب می‌بینید. زنده باشید. تلاشتون رو تبریک میگم. به این حال اینقدر زحمت کشیدی رو این کار، میدونم کار خیلی سختیه، آماده کردن همین کار توی یک ماه با این حال بازم برای شما خیلی کار خاصیه، واسه همین نظرم مثبت شد و رأی سفید بهت دادم. یه اتفاق خیلی باحالی افتاده و من میخوام برای تو تعریف کنم ساینا جان، و اونم اینه که همونطور که الانم سوال کردم، همه داورای عزیزمون محکم و راسخ اعتقاد دارن که تو استعدادی و این کار خیلی خوب بلدی و با توجه به سن و سالت خیلی جلوتر از یه دختر 7 ساله‌ای در یک کار کاملا تخصصی و حرفه‌ای. خانم صامتی عزیز و همسر نازنینشون جناب آقای ایرج سنجری نازنین که عضو انجمن گویندگان ایران هستند، با بزرگان و پیشکسوتا و متخصصین این حوزه گپ زدن، مشورت کردن، جلسه گذاشتن و یه اتفاق خیلی باحال داره میفته و من بابتش خیلی خوشحالم به دو جهت. دلیل اولش اینه که یه مهمون خیلی حرفه‌ای با یه صدای بی‌نظیر، و نمیدونم دیگه این صدا تکرار میشه یا نه، واقعا میخوام دعوتش کنم بیاد. و یه کار مهمتر که الان برات میگم، فکر میکنم 30 ساله ایشون گوینده است، بازیگر دوبلور فوق‌العاده، معروف در این سریالی که فکر کنم به ذهن خیلی از ماها مونده باشه کمیسر اوریکس بود دیگه، یادتونه؟ و صداهای بی‌نظیر، یعنی شخصیت‌های فوق‌العاده‌ای رو ایشون دوبله کرده، نویسنده، شاعر، مجسمه‌ساز و, و و و بازیگر خوب، و صدایی که صمیمانه و از عمق وجودم میگم که خیلی من این صدا رو دوست دارم. خانم‌ها آقایان، به افتخار جناب آقای کیکابوس یاکیده. بفرمایید قربان. خیلی خوش اومدید. افتخار دادیم به ما. اختیار داریم.
خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. ساینا جان، من اول اینو بگم بعد میخوام با آقای آکیده صحبت کنم در مورد شما. بذار اول بگم که ایشون قراره چه کار مهمی برای شما انجام بدن با کلی آدم متخصص نظیر آقای آکیده که خیلی هاشون واقعا بی‌نظیرن در تاریخ هنر ما. گپ زدن، گفتگو کردن، کار شما رو در مرحله اول دیدن و الان قراره کارت عضویت افتخاری شما در انجمن گویندگان ایران به شما تقدیم بشه. مبارکت باشه. ساینا شیخی تقریبا 7 ساله از اندیمش خوزستان. اجرای دومی که به مرحله بعد ساینا از خوزستان. در نکنه، خیلی لطف کردی. تشکرم، من از شما. خسته نباشین. همین. خیلی لذت بردیم. آقای یکیده چطوری؟ خیلی خوش آمدین. قربونه تو برم، ممنونم. چطور بود کار ساینا الان شنیدین شما نزدیک؟ عرض کنم که به نظر من برای سن و سال ایشون همینطور که دوستمون گفتن تلاشی که کردن، استعداد و هوشی که به خرج دادن فوق‌العاده است. تشویق کردن نوجوانی مثل ایشون که بسیار باهوش و با استعداد هستن همونقدر که میتونه باعث بشه دلگرم بشه، بیشتر تلاش کنه و پی استعدادش رو بگیره، شاید مانع بشه استعدادهای نهفته‌ای رو نهفته باقی بذاره. امیدوارم که این تشویق کمک کنه خستگی ناپذیر به سمت آینده بره و سعی کنه تو زمینه‌های دیگه هم خودش رو تست کنه. قطعاً وقتی تو این زمینه این میزان از استعداد از خودش بروز میده، قطعاً تو زمینه‌های دیگه هم مستعد هست. شما عنوان متخصص حرفه نمره 1 در کشور ما، فکر می‌کنی الان ساینا در سن 7 سالگی این توانایی و این استعداد ویژه رو داره و آینده‌ای براش ترسیم می‌کنی تو ذهنتون؟ 100%. یعنی جلوتر از سنش حتما، درست؟ 100%. ببینید، درک شخصیت اون کارکتری که شما قراره به جاش صحبت کنین سخت‌ترین قسمت ماجراست. برای اینکه باید شما مثل اون فکر کنین تا نوع حرف زدن شما اصطلاحاً با اون صورت و فک هماهنگ بشه. برای من که خیلی خوشحال کننده است که از طرف قدیمی ترین انجمن که تأسیس سال 1342 نماینده شدم اینجا به جوانترین عضومون خوش آمد بگم. خیلی متشکرم بابا، بسیار خوشحال شدم که میزبان شما بودیم، افتخار دادیم به ما و بابت اینکه شما آقای سنجری عزیز، همه عزیزان و بزرگان این حوزه و تخصص باعث شادی دل ساینا شدن، صمیمانه سپاسگزارم. زنده باشید. منم از شما، گروه داوران و تماشاچی ها تشکر میکنم که در این استعدادیابی که به نظر من بسیار ارزشمنده تلاش میکنید وقت میزنید. متشکرم. اونایی که مثل من این صدا رو دوست دارن یه دست دیگه برای آقای یکیده بزن برای خدا بزن. متشکرم بابا، خیلی متشکرم. خب. چرا گریه میکنی؟ چرا گریه کردی؟ ای خانم سامتی بابا، عشق خوشحالی. اون خانمی که اونجا نشستن
و همسرشون بیشترین نقش رو داشتن در این اتفاق خوب برای شما. شما با خانم سامتی صحبت کن. خانم سامتی خیلی زحمت کشیدی. خیلی خوشش شدم. اصلا باورم نمیشه. هنوز تو ریتم حرف میزنه دیدی؟ نمیدونی واقعیه یا نه؟ نه تلاش خودته. تلاش خودت مامان جان. این که آدم یه استعدادی داشته باشه یه حرفه، آقای اسماعیلی فرمودن این که تلاش بکنه یه حرف دیگه است، حرف گنده هست. تو تلاش کن. شما از همسرتون خواستین یا ایشون پیشنهاد کردن؟ خودشون پیشنهاد دادن. یعنی خودشون پیشنهاد دادن. بله چون برنامه رو که دیدن. پس همسرتون از بیننده های پرپا قوس ما هستن. بله. دیدین گفتم. دیدین گفتم تمام فامیلتون ما رو نگاه می‌کنن میگفتید نه؟ خب. الان دیگه با تو خیلی خوشحال باشی، خیلی هم حالت خوب باشه. درسته؟ سلام، بله. به من بگو شما دوست دارید در آینده چی کارشی؟ دوستم دکتر شم، دانشمند شم، فضانورد شم و از همه مهمتر دوبلور شم و... اذیت میشی زیاده این کارا؟ نه دیگه، خب برای دوستم همهشونو بشن دیگه. دکتر برای چی میخوای بشی؟ دکتر میشم. من به مامان بابام قول دادم که برشون یه داروی بسازم که بخورن پیر نشن. بعد دلیل دیگه‌اش اینه پیر نشن؟ آره. یعنی دنبال اکسیر جوونی. آره. لازم نیست دکتر شی، بیا از امین حیایی بگیر اکسیرشو. نه نشسته. روز به روز بهتر از دیروز. هر روز من دارم مثل شمع آب میشم، پیر میشم، سفید. روز به روز جوان‌تر، جذاب‌تر. تبعیض یعنی این؟ تو اندیمش بعد از اینکه اینجا اجرا کردی رفتی؟ خب؟ چی بود واکنشا بهت؟ خانواده، دوستا، همسایه ها، همشهری ها؟ والا، از وقتی که... این والا رو گفتی معلوم شد بچه جنوبی، الان معلوم شد. خونه، هم خونه ما، هم خونه اموام، هم خونه فامیلای مادندرانی و همه خونه ها فامیلا جمع شده بودن. بعد خونه ما هم 100 نفر اومدن توی خونه ما داشتیم با هم فیلم رو میدیدیم. بعد که در وقتی فیلم رو دیدیم آخرش که تموم شد همه فامیلا هم دست میزدن، هی ذوق میکردن. قبلش بگم که فامیلای مازندرانی و بختیاری و همه فامیلای کشور اومدن خونمون. خنده اون لاچی بود. همه فامیلاشون از افغانات کشور اومدن. چی غذا داد به اونا؟ ما پذیره میکردیم دیگه. مامان دنه شام درست کرد برای همشون؟ آره دیگه. مامانش که گفت آشپز خوبیه اون دفعه گفت مامانم آشپز خوبیه. حالا من مثال زدم. ولی خب زیاد بودن به هر حال. صد نفر مثال زدی؟ آره. خب چند نفر بودن پس؟ من که یادم نمیمونه. آها، مثال رو به بالا خیلی بودن احساس کرده صد. بعد به هر حال منظورم اینه که خونمون خیلی زیاد فامیل اومده بود. بعد وقتی که اجرام تموم شد همه خانواده هی دست میزدن، جیغ میکشیدن. برگشتی سر نقطه سر خط. دست میزدن، جیغ میکشیدن. 100 نفر هم اونجا بودن. درسته؟ بله. سپاسگزارم از شما. بعد خلاص همه سوخ‌زده بودن. همه فامیلا، همه عمه ها، دایی ها، همه زغزده بودن. آه بعد دست دادن. من بدم بقیهش رو تورا برای من تعریف کنه به نظرم با این وضعیت. ببخشید، بریم. خب بعدش بریم برای فینال میاییم، بیا. بعد فامیلای مامانت بیشتر بوده یا فامیلای بابات؟ هر دو. کدوم ها؟ هر دو دیگه. همه از مازندران بودن؟ نه رفتن. همه، نه هر دو زیاد بودن. هر دوشون بودن؟ آره هر دو کشار بودن. نه اون فامیلا از اون موقع خونه شما رفتن یا هنوز اونجان؟ نه 6 روز موندن. 6 روز؟ آره خب مرخصی نداشتن. مرخصی نداشتن. این بچه 6 دقیقه دوبله کرده، اونا 6 روز موندن خونه شما. الان مطمئنی رفتن؟ آره. آره؟ آره. چیز دیگه ای هست بخوای به ما بگی از فامیلاتون؟ مطمئنی؟ مشکلی بین فامیلاتون نیست؟ مشکلی بین فامیله که نه؟ نه؟ همه با هم خوبن؟ آره همه خدا روش. میری دیگه یا من برم؟ باید یکی رو انتخاب کنی. خدافظ. خیلی خوشحال شدم که دیدم اتون. به افتخار ساینا شیخی.
چهار تا حفظش رو بگیرم. بریم.